Joe Stalin? Stalin. Stalin. Do I know that name? That sounds familiar. Well, it does not ring a bell with me. Joe Stalin. سلام به همگی، حالتون چطوره؟ امیدوارم عالی و پر انرژی باشید. من فاطمه خمسه هستم و توی این کانال اصطلاحات و فریز ورب های سریال فرندز را آموزش میدم. خودم یاد میگیرم، میام به شما هم یاد میدم. اپیزود 21 داستان پسرا رو میخوایم شروع بکنیم که بیشترم راجع به راس دیگه. توی این اپیزود جوی داره دنبال یه استیج نیم برای خودش میگرده، داره با چندلر مشورت میکنه. چندلر هم که طبق معمول سر کارش میذاره، اسم استالین رو پیشنهاد میکنه. جو استالین اولش برای جوی آشنا به نظر میاد، میگه که that sounds familiar، آشنا به نظر میرسه. استالین، do I know that name? That sounds familiar. چندلر تو جوابش میگه که well it does not ring a bell with me، برای من که آشنا به نظر نمیاد. Well, it does not ring a bell with me. It does not ring a bell with me. برای من که آشنا به نظر نمیاد. پس ring a bell یه سینونیم برای to sound familiar، آشنا به نظر رسیدن. If something rings a bell, it reminds you of something, but you cannot remember exactly what it is. وقتی که یه چیزی ring a bell میکنه، یه چیزی رو یاد شما میندازه، ولی کامل یادتون نمیاد، دقیق یادتون نمیاد که اون چیه. پس همون میشه آشنا به نظر رسیدن، آشنا به نظر اومدن. اینجا هم چنده داره میگه که برای من که اصلا آشنا به نظر نمیاد این اسم. That sounds familiar. Well, it does not ring a bell with me. That does not ring a bell. That does not ring a bell. Her name rings a bell, but I can't remember her face. اسمش آشنا به نظر میاد، ولی چهرهشو نمیتونم به خاطر بیارم. Her name rings a bell, but I can't remember her face. اسمش آشنا به نظر میاد، ولی چهرهشو نمیتونم به خاطر بیارم. Does the name Bill Buckner ring a bell? Does the name Bill Buckner ring a bell? اسم بیل باکنر آشنا به نظر میاد. Does that name ring a bell? Does that name ring a bell? Doesn't ring a bell. Doesn't ring a bell. حالا اگه که مثل چندلر بخوام بگیم که برای من آشنا به نظر نمیاد، بعد از حرف اضافه with استفاده بکنیم. Ring a bell with. No, I'm sorry. That photo doesn't ring any bells with me. نه متاسفم، اون عکس اصلا به نظر من آشنا نمیاد. No, I'm sorry. That photo doesn't ring any bells with me. That photo doesn't ring any bells with me. اون عکس اصلا به نظر من آشنا نمیاد. You might want to try Joseph. I think you'd remember that. Oh yes. Bye Bye Birdie starring Joseph Stalin. Joseph Stalin is the fiddler on the roof. راس مارسل رو برده پیش دامپزشک، حالا اومده پیش جوی و چندلر میگه که apparently he's reached sexual maturity. ظاهراً اون به بلوغ جنسی رسیده. Apparently he's reached sexual maturity. جوی هم به چندلر اشاره میکنه، میگه که hey he beat ya. Hey he beat ya. Hey اون از تو جلو زد. Hey he beat ya. پس یه کاربرد خیلی جالب از فعل beat رو داریم اینجا یاد میگیریم. To get or do something before someone else, especially when you're both trying to do it first. یه کاری رو زودتر از یه نفر انجام بدی، زودتر از یه نفر به یه چیزی برسی، به خصوص اگه که جفتتون دارید تلاش میکنید که اون کار رو اول انجام بدید. یعنی دو نفر همزمان با هم دارن یه کاری انجام میدن، هر کدوم هم داره سعی میکنه که زودتر انجامش بده، و وقتی که یه نفر زودتر از اونی که انجامش میده در واقع بیتش کرده. پس میشه از یه نفر زودتر به چیزی رسیدن، یه کاری رو زودتر جلوتر از کسی انجام دادن. Hey. Where have you been? I just got back from the vet. She's not going to make you wear one of those big plastic cones, is she? حالا وقتی که میخوایم توی جمله ازش استفاده بکنیم، باید با این ساختار استفاده بکنیم. Beat someone to something. Beat someone to something.
بریم قشنگ چند تا مثال ازش بزنیم که بدونیم چه جوریه. John had beaten me to the breakfast table. John از من زودتر رسیده بود به میز صبحانه. John had beaten me to the breakfast table. John از من زودتر رسیده بود به میز صبحانه. Beaten me to the breakfast table. Beat someone to something. She says Marcel's humping thing's not a phase. Apparently he's reached sexual maturity. Hey, he beat you. The defender beat him to the ball. The defender beat him to the ball. مدافع از اون زودتر رسید به توپ. پس دقت کنید. Beat him to the ball. Beat someone to something. Looks like somebody beat him to it. Looks like somebody beat him to it. I wanted the last piece of pie, but somebody beat me to it. من آخرین تیکه پای اون کیک رو میخواستم ولی یه نفر از من زودتر بهش رسید. یعنی که یه نفر از من زودتر خوردش. I wanted the last piece of pie, but somebody beat me to it. من آخرین تیکه پای رو میخواستم ولی یه نفر از من زودتر بهش رسید. زودتر از من خوردش. Wow, sounds like somebody beat us to it. Apparently he's reached sexual maturity. Hey, he beat you. حالا با توجه به این کاربرد بیت، به این معنی که داره، من یه کاربرد جدید ازش تو دیکشنری یاد گرفتم. گفتم بیام اینجا به شما هم بگم که شما هم مثل من ذوق کنید چون خیلی کاربردی. اون چیه؟ زمانی که میخوای یه کاری رو زودتر از این که ترافیک بشه انجام بدی، یعنی در واقع میخوای ترافیک رو جلو بزنی، زودتر از ترافیک یه کاری انجام بدی. در واقع تو فارسی ما میگیم که به ترافیک نخورم. اونجا از فعل بیت میتونیم استفاده بکنیم. مثلا چه جوری؟ Let's try to beat the traffic by leaving early in the morning. بیایید سعی کنیم که با صبح زودتر رفتن، زودتر راه افتادن از ترافیک جلو بزنیم. یعنی در واقع به ترافیک نخوریم. Let's try to beat the traffic by leaving early in the morning. بیایید سعی بکنیم که با صبح زودتر راه افتادن، زودتر رفتن از ترافیک جلو بزنیم. به ترافیک نخوریم. Hey, you're the first to arrive. Wanted to beat the traffic. I always do my shopping early to beat the rush. من همیشه خریدامو زود انجام میدم که به شلوغی نخورم. I always do my shopping early to beat the rush. من همیشه خریدامو زود انجام میدم که به شلوغی نخورم. خدایش چقدر این جمله به کارم میاد. If you leave now, you can beat the holiday traffic. If you leave now, you can beat the holiday traffic. خب دامپزشک به راست چی گفته؟ She says as time goes on, he's gonna start getting aggressive and violent. She says as time goes on, he's gonna start getting aggressive and violent. She says as time goes on, he's gonna start getting aggressive and violent. اون میگه که با گذشت زمان، به مرور زمان، اون شروع میکنه به پرخاشگر و خشن شدن. نکته جالب این جمله phrasal verb go on بود. گفتم اینجا بهش اشاره بکنم. Go on اینجا به معنی it means to pass، یعنی گذشتن. پس میبینید برای زمان، برای گذر زمان، مرور زمان از phrasal verb go on میتونیم استفاده بکنیم. گفتم اینجا بهش اشاره بکنم که طبق معمول بعد به جملات سریال دقت بکنیم دیگه. She says as time goes on he's going to start getting aggressive and violent. So what does this mean? I'm going to have to give him up. حالا مثلا برای گذشتن روز هم میتونیم ازش استفاده بکنیم. چه جوری؟ Tomorrow will start cold, but it should get warmer as the day goes on. فردا با سرما شروع میشه ولی همینجوری که روز ادامه پیدا میکنه میگذره باید گرمتر بشه. Tomorrow will start cold, but it should get warmer as the day goes on. فردا با سرما شروع میشه ولی همینجوری که روز ادامه پیدا میکنه میگذره باید گرمتر بشه. Hey.
Is this ringing any bells? Is this ringing any bells? Let's go. We want to beat the traffic. Let's go. We want to beat the traffic.